سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم که چند تا نکته در مورد مستقر کردن سپایه بهتون بگم. شاید براتون تکراری باشه، شاید هم جدید باشه، ولی در هر صورت امیدوارم که واسه تون مفید باشه و بتونید ازش استفاده کنید و اینکه خوشتون بیاد. خب اول از همه پیچهای سپایه‌مون رو باز میکنیم که پایه‌ها کامل بتونن حرکت بکنن و ارتفاعشون کم و زیاد بشه. سپایه من از نوع یه قفله هسته. شما اگه سپایتون دو قفله هست، مجبورید هم پیچای پایین رو باز بکنید، هم پیچایی که پیچ که نه، این گیره هایی که قسمت بالای پایه ها قرار دارن رو آزاد بکنید. بعد از اینکه پیچا رو باز کردین، ارتفاع پایه ها میتونه آزاد کم و زیاد بشه و تغییر بکنه. ارتفاع رو شما تا زیر چونتون تنظیم میکنید، ارتفاع سپایه رو زمانی که پایه ها بسته هستن. این کار باعث میشه وقتی که پایه ها رو باز کردید یه ذره از این ارتفاع کمتر بشه و وقتی که دوربین رو روی سطح سپایه گذاشتید چشمیش دقیقا روبروی چشمای شما قرار بگیره. بعد پیچای سپایه رو سفت میکنیم. بچه ها من زورم خیلی کمه، به خاطر همین سعی میکنم که خیلی اینا رو محکم ببندم و تمام زورم رو به کار بگیرم، چون شما حتی اگه یه مور دانه کش هم باشید زورتون از من بیشتره. تأکید دارم روی محکم شدن پیچ ها حتما. چرا؟ چون که خیلی کار خطرناکیه اگر که یکی از این پایه ها شل باشه یک کمی و شما دوربین رو سوار بکنید روی سپایه و موقع کار یهو یکی از پایه ها در بره، ارتفاعش کم و زیاد بشه، هم دوربینتون از تراز خارج میشه، حالا اگه یه تکون کوچولو بخوره، همین که اگه دیگه خیلی شل باشه ممکنه یهو دوربینتون بیفته، خدای نکرده مشکل براش پیش بیاد یا حتی از کالیبر خارج بشه. بعد از این پایه ها رو باز میکنیم. من خودم همیشه یه ذره بیشتر از حالت عادی پایه ها رو باز میکنم، چون دلم میخواد مطمئن باشم که ایستایی سپایه مناسب هستش و خیلی خوب سر جاش مستقر میشه. خب حالا واسه تراز کردن نسبی سطح سپایه من یه راهی بهتون پیشنهاد میکنم، شاید هم از قبل خودتون اینو بلد بودید. مهندسای نقشه بردار همیشه یه دونه خودکار همراهشون هست. شما خودکارتون رو در سه تا جهت مختلف این مثلث سپایه قرار میدین، یا حالا اگه صفحتون دایره‌ای هست صفحه سپایه‌تون در جهت این پایه‌ها قرار میدین. ببینید وقتی که به این سمت حرکت میکنه، یعنی این ور پایینه این ور بالاتره، پس یه مقدار این پایه‌مو میارم پایین تر. دوباره امتحان میکنم، زیاد رفت پایین. سمت بعدی الان تقریبا هر سه تا جهت سپایه تراز شد و خودکار میسته روی هر سه جهت. ببینید حالا تو مرحله آخر قشنگ پایه هامون رو داخل زمین ثابت میکنیم با اون فشاری که روی پامون در جهت دقیقا پایه ها وارد میکنیم، نه در جهت مخالف نه در جهت عمودی، چون فشار میاد به سپایتون باعث استهلاک بیشترش میشه و حتی اگه که یه ذره ضعیف یا کهنه باشه سپایتون ممکنه تاب برداره یا بشکنه. خب حالا میرم دوربین رو بیارم ببینم که این تراز نسبی که کردم تا چه حد درست بوده. جعبه دوربین رو سعی کنید همیشه اون سمتی که برند دوربین روش خورده بالا قرار بگیره و بعد بازش بکنید. البته یه نکته ای رو بگم بهتون، همیشه سعی کنید جعبه دوربینتون رو با کیفش حمل بکنید،
چون که اگه یه ذره خط و خش برداره یا کهنه بشه یا یه حالت حالا آفتاب بهش بخوره، گرما بخوره، رنگش عوض بشه، موقع فروختن خیلی از قیمت دوربینتون کم میشه، مخصوصا الان که هزینه تجهیزات خیلی بالا رفته و همه چی گرون شده. نکته بعدی اینه که سعی کنید دوربین رو همیشه دو دستی بگیرید و از جعبه خارج کنید. خیلی آروم میذارم دوربین رو روی سطح سپایه و پیچ ترابراک رو محکم میکنم. دوربین رو در جهت یکی از ستا محوری که روی ترابراک وجود داره ثابت میکنم. دو تا پیچ ترابراک روی مقدار میچرخونم تا ببینم این تراز حبابی دوربین به کدوم سمت میره و کجا قرار میگیره. تا زمانی که حباب دوربین باز در جهت یکی از این سه محور قرار بگیره ادامه میدم. نمیدونم چقدر میتونید حباب تراز دوربین رو ببینید، ولی کم کم داره نزدیک میشه. تقریبا سر جای خودش قرار گرفت. یه نکته دیگه که بهتون بگم، وقتی که با دوربین کار نمی‌کنید حتما باتریش رو از داخل دوربین خارج بکنید. یعنی کلا همه دستگاه‌هایی که باتری دارن رو اگر این کارو باهاشون انجام بدید، هم طول عمر باتریتون خیلی بیشتر میشه، هم طول عمر اون وسیله الکترونیکیتون بیشتر میشه. من میرم باتری رو بیارم بذارم داخل دوربین، ببینیم که چجوری روی تراز الکترونیکیش تراز شده. امیدوارم که بتونید صفحه دوربین رو از اینجا ببینید. خب بچه ها ببینید اینجا رو. الان دوربین من در جهتی هست که این پیچ تکی سمت خودمه، سمت مانیتور هستش، و پیچ‌های دوتایی سمت بیرون هستن. منتها تصویری که روی صفحه می‌بینید از تراز الکترونیکی دقیقاً برعکسه. یعنی اینکه پیچ‌های دوتایی سمت من و پیچ تکی سمت خارج هست. وقتی که این اتفاق میفته در مورد پیچ‌های دوتایی هر دستوری که بهتون میده همون رو انجام بدید و در همون جهت. ولی پیچ تکی رو از هر سمتی که بهتون میگه بچرخونید، شما باید مخالفش رو بچرخونید تا طرز الکترونیکی درست بشه. در واقع الان طرز الکترونیکی ما کاملا درست شد. حالا دوربین من الان دقت کردم تراز حبابیش الان کامل وسط نیست. وقتی همچین اتفاقی برای دوربینتون میفته، اگر که مطمئن هستید تراز الکترونیکیتون درست هست، میتونید خودتون هم تراز حبابی رو تنظیم بکنید. چجوری؟ اینجوری. یه دونه آچار آلن روی دوربینتون همیشه هست، داخل جعبه دوربینتون همیشه هستش. با این آچار این سه تا پیچی که اطراف تراز حبابی قرار داره رو یه مقدار اگر که شلو سفت بکنید، میبینید که حباب تراز جاش تغییر میکنه و میتونید با تراز الکترونیکی کاملا ستش بکنید. تراز حبابی من الان تو این جهت وسط قرار گرفت. شما برای اینکه محکم کاری بکنید و کارتون خیلی دقیق باشه، حتما دوربین رو بچرخونید روی محور دیگه و باز از هر جهت کنترل بکنید. من الان نگاه میکنم تقریبا توی این جهت هم وسط قرار گرفته و خوبه. تراز الکترونیکی هم که تکون نخورده از جاش. این یکی جهت هم امتحان میکنم. عالی عالی، هیچ مشکلی نداره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما 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 یادتون نره که لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید و اینکه خدافظتون باشه. Thank you.
سفر قطر کردم.